استاد وشو برای چه افرادی مناسب تره؟ ببینید وشو از بچه 3 ساله تا آدم 90 ساله 100 ساله میتونه کار کنه، میتونه ورزش کنه. ببینید شما الان مسابقات وودان که ما رفته بودیم تو همون قسمت کوانده ها که من سوم شدم، حالا بعدم به خودتونم میگم، اون کسی که اول شد 85 سالش بود، نفر دوم 65 سالش بود، اون من 55 سالم بود. سن مطرح نیست. وقتی تایچی کار میکنند در واقع دارن بدنشون رو بیمه میکنن. شما ببینید همه حرکات توی بدن، یعنی تمام جریان توی بدن داره حرکت میکنه، مثل گردش خون. ورزش تایچی خودش یه دکتر میمونه. وقتی ما داریم حرکت میکنیم وشو دیگه، وقتی حرکت شد اون زلالیت تو خونمون تو بدنمون به وجود میاد و سنی نداره که الان هر کسی میتونه در هر سنی. کنفوسیوس تو 85 سالگی بچه دار شد دیگه، تایچی کار میکرد اینا و دارن زندگیشون میکنن، خیلی هم سالم، نه چیز سنی نداره. مثلا توی خونه هم میشه وشو تمرین کرد؟ کجا؟ توی خونه هم میشه. چرا نمیشه؟ یکی از بچه‌ها پیشنهاد داد، خب بریم چین، بریم یه سبک چینی بیاریم. که ما رفتیم چین، ما دنبال باشگاه میگشتیم. اون زمان باشگاهی وجود نداشت. من یه روز داشتم از هتلمون که میمدیم بریم میدون تیانامن که بریم دیوار چین، دیدم یه پیرمرد توی یه بیابون داره تایچی کار میکنه، بالای 70 80 سال. 10,000 آدم، یعنی اصلا دیده این جمعیت زیاد بود، این داشتن تو اون بیابون داشتن تایچی کار میکردن. اومدیم جوته دیم شمشیر کار میکنن، نیزه کار میکنن، همه چی توی شهر، تو پیاده رو، رو پشت بون، تو میدون. این بدن که حرکت داشته باشه آدم هم تنش سالمه، هم قبراق سیستمش هم خوب کار میکنه. آره تو خونه هم میشه کار کنه. راجب تفاوت تالو و ساندا هم میشه این نقطه بفهمید؟ ببینید ساندا فقط ضربات دست و پاس، مشت زدن، لگد زدن، درگیری، پرتاب کردن و قوانین خاص خودشو داره، ولی تالو خیلی گسترده است. ببینید ما وقتی که راجب تالو میخوایم صحبت کنیم با یک کلام دو کلام حرف نمیشه زود جمعش کرد. واز در قسمت تالو دو قسمت میشه، یعنی شمالی جنوبی میشه. اون رودخانه یانگتسه معروف چین که رودخانه زرده، چین رو به دو قسمت تقسیم میکنه، شمال و جنوب. جنوبیا کوتاه، ضربات محکم و انفجارها و نشستهای پایین دارن، شمالیا یه خود جمع‌تر، بازتر، دست باز و حرکتهای کشیده و روونی دارن. به این صورته. و تالوهای اونا با تالوهای اینور فرق میکنه دیگه. اونور میگن کونگ فو، اینور میگن وشو. یه اساتی، حالا همون زبان پوتونخوا و کندونخوا و صحبتایی که هستش، حالا اساتید میان راجبش صحبت میکنن. تالو بعد بدن انسان شکل میده. چرا؟ چون باید انعطاف داشته باشی، قدرت داشته باشی، تعادل باید داشته باشی، حرکت باید داشته باشی، سرعت باید داشته باشی و بتونی تمام اینا رو هماهنگ با فکرت و با حست اجرا کنی. یعنی حتی شمشیر کار کردن، آخه یه سلاح دو سلاح هم نیست، همه اینا یه قدرت آمادگی بالایی میخواد. تالو کار کردن خیلی سخت‌تر از سانداست به نظر من، چون جهش‌های بلند داره، افتای بلند داره، افتای کوتاه داره، پرش‌ها، ضربات خیلی. ولی در ساندا فقط اونجا قدرت، سرعت، دفاع کردن، ضربه زدن مطرحه. مکمل هم هم هست. چه مقدار بگین که چرا باید شاگرد به استاد احترام بذاره و میخوام این مقدار راجع به معنای احترام تو وشو صحبت بکنیم اگه میشه؟ احترام گذاشتن، نظم و انضباط تو کار رزمی و توی وشو و تو هر چی، مثلا شما مثل سبک کارتون هم میبینید وجود داره. اگر وجود نداشته باشه اصلا هیچی سر جای خودش قرار گرفته نمیشه.
و اینکه وقتی شاگرد یا استاد وقتی وارد کلاس میشه همه میفهمن که بعد به استاد بعد چیکار کرد، احترام گذاشت، چون داره بهش آموزش میده، داره بهش یاد میده. قرآن هم میگه اگه کسی به شما یه کلام یاد داد شما بنده اون هستی. استاد وشو آدمو مهربون تر میکنه؟ کلا آدم وقتی قوی بشه مهربون تر میشه، ولی وشو بیشتر، چون با ذهنت کار داره، با درونت کار داره، با بیرونت کار داره. اگه گفتم یه تفکره در حین که رزمی هم هست. توی زندگی شخصی شما وشو چه اثری داشته؟ خیلی. ببین ما تو همون تکنیکایی که کار میکنیم، حتی اون پنج عنصری که در حیات واسه انسان ها خوبه در حیوانات هم هست، ما در وشو هست. یعنی ما کار میکنیم، مثل اجدها که میگن نفسه، مثل ببر که میگن قدرته، مثل مار که میگن حسه. وقت در آدم وقتی که میخواد اگه این تکنیک کار کنه در اون قالب قرار بگیره، در زندگی آدم تاثیر میذاره، به خاطر اینکه اون حستو قوی میکنه. و اگر به اون آرامش برسی، تو خونت آرامی، تو جامعه آرامی، به مردم خوبی میکنی، اگه یکی بهت بدی کرد گذشت میکنی. چرا؟ چون جسمت قوی شده، فکرت قوی شده. ما گفتیم که یه مدل زندگیه دیگه. اگر من قوی هستم احتیاج نیست خودمو نشون بدم، اصلا مشخصه. احتیاج نیست آدم بره مبارزه کنه، احتیاج نیست آدم بره دعوا کنه. استاد شما دوست دارین که بچه های خودتون هم وشوکار بشن؟ اگر به زندگیشون لطمه نظره کار سوم چهارمشون باشه، دوستان رو رسمی کار کنن. یکی از چیزایی رو که از بین میبره تا حدودی ترسه. ترس مسموم کننده فکر آدمه، یعنی آدم ترقی نمیکنه، مسموم میشه و احتمالا شاید در بعضی جا از ترس بمیره و خوب نیست. ولی وقتی آدم کار میکنه اون اعتماد به نفسه میاد، اون ترسه کمتر میشه، از بین میره، میتونه ریسک بکنه و زندگی کنه. دوستانم بچه‌هام هم کار کنن، ولی به شرطی که تو زندگیشون لطمه نخوره.